بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. سید رضا هاشمیان هستم و با یکی دیگه از مجموعه های آموزشی فرادرس در خدمت شما هستم. تو این دوره آموزشی ما یاد میگیریم که چطور میتونیم پرسجوها یا همون کوئری هایی که داریم رو به زبان SQL پیاده سازی کنیم و پیاده سازیمون توی نرم افزار SQL سرور هستش، اما کوئری ها چون به زبان SQL پیاده سازی میشن، شما میتونید توی هر پایگاه داده دیگه ای که بر اساس زبان SQL پیاده سازی و توسعه یافته، مثل MySQL، مثل Access، مثل Oracle یا حالا نرم افزارهای دیگه پیاده سازیشون کنید. و جاهایی هم که تفاوتی بین حالا انجین نرم افزارها وجود داشته باشه، سعی میکنیم تا اون کوئری ها رو توی نرم افزارهای مختلف پیاده سازی کنیم تا هم یه حالت استاندارد رو بهش دست پیدا کنیم و هم حالتی که معمولا توی خود SQL سرور ازش استفاده میشه. توی این قسمت میخوایم بیایم و با مفاهیم پایه پایگاه داده آشنا بشیم و ببینیم که پایگاه داده چی هست و کلن ما توی پایگاه داده چه اطلاعاتی رو رد و بدل میکنیم. ببینید، وقتی ما میگیم پایگاه داده، اولین چیزی که بهش میرسیم این هستش که یه پایگاهی هستش که توش داده ذخیره میشه. اما داده چیه؟ داده کلمات و ارزش واقعی هستن که از طریق انجام کاری به دست میاد. شما توی مدرسه ای هستید که اومدید و اطلاعات کل دانشجویانی که داخل اون مدرسه هست رو جمع آوری کردید. شما اومدید یک سری کلمات و ارزش‌های واقعی رو که اطلاعات دانش آموزان هست از طریق جمع‌آوری اطلاعات، حالا فرم‌های ثبت نام یا حالا پرسجو و روش‌های دیگه جمع‌آوری کردید. پس داده شما اینجا میشه اطلاعات دانش آموزان. خب خود این داده به عنوان یه اطلاعات خام ازش استفاده میشه. اما وقتی ما میایم داده رو پردازش می‌کنیم و به اون شکلی که میخوایم تبدیلش میکنیم بهش میگن اطلاعات. به چه صورت؟ شما میگید که دانش آموزان مدرسه شما این تعداد دروس رو برداشتن و نتیجه برداشتن این دروس نمراتشون هست و خب پردازش میکنیم، میگیم این دانش آموز این درس ها رو برداشته، این نمره رو به دست آورده برای هر درس و معدلش میشه این عدد. پس معدل هر دانش آموز میشه اطلاعات شما. یا شما میگید دانش آموزان کلاس پنجم رو میخوام. این چیزی که دارید با یه پردازشی از داده خام به دست میارید بهش میگن اطلاعات. خب ما توی این داده و در نتیجه پردازشون اطلاعاتی که داریم یه مفهومی داریم به اسم انتیتی. انتیتی یا موجودیت اون شی، فرد یا پدیده‌ای هستش که توی اون محیط عملیاتیمون داریم در موردش اطلاعات رو استخراج میکنیم و ذخیرش میکنیم. به طور مثال توی محیط مدرسه ما یه موجودیتی داریم به اسم دانش آموز، که دانش آموز یه فردی هست که یک سری خصوصیات رو داره و این خصوصیاتی که داره در قالب یک اطلاعاتی داخل سیستم ما ذخیره میشه. یا موجودیت بعدی که داریم معلم‌های مدرسه هستن، یا یه موجودیت داریم به اسم درس. اینها هر کدومشون یه موجودیت میشه که هر کدوم از این موجودیت ها یک سری اتریبیوت یا صفات خاصه یا خصوصیت دارن. مثلا شما برای درس یه کد درس دارید، یه اسم درس دارید، اینکه درستون چند واحده و چه معلمی ارائهش میده، درسته؟ پس این میشه خصوصیات درس. یا برای خدمتون عرض کنم دانش آموزان، هر دانش آموز چند تا خصوصیت داره که از جمله این خصوصیت ها کد دانش آموزی، نام دانش آموز، نام خانوادگی، نام پدر و حالا یک سری خصوصیت های دیگه که هر موجودیتی این خصوصیت رو داره. ما نمیتونیم بگیم توی یه محیطی یه موجودیتی داریم که هیچ خصوصیتی نداشته باشه. موجودیت ها خصوصیت دارن. خب ما اومدیم و توی محیطمون موجودیت ها و خصوصیات هر کدوم از این موجودیت ها رو شناسایی و استخراج کردیم و برای این موجودیت ها و خصوصیاتشون اومدیم اطلاعات رو جمع آوری کردیم. این اطلاعات
به چه صورت و کجا ذخیره میشه؟ ما اطلاعات رو داخل پایگاه داده ذخیره میکنیم که خود پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی که تعریف دیتابیس هست، دیتا به منظور داده و بیس به منظور پایگاه، دیتابیس پایگاه داده، یه مجموعه ای هستش که به صورت سازمان یافته اطلاعات داخلش ذخیره میشن. اطلاعات همینطوری ذخیره نمیشه داخل پایگاه داده. شما میگید که من داخل پایگاه داده خودم که برای مدرسه هست یه جدولی دارم برای دانش آموزان و این دانش آموزان این خصوصیات مشترک رو دارن، یعنی اسم، نام خانوادگی، نام پدر، کد دانش آموزی و حالا یه سری خصوصیات دیگه، اینها رو دارن. شما اطلاعات رو در قالب اون ساختار و قالب بندی که دارید داخل سیستم ذخیره میکنید. در کنار این که ذخیرش میکنید، خب ما میگیم بدون افزونگی. افزونگی یعنی چی؟ یعنی تکرار. یعنی شما یه اطلاعاتی رو چند بار تکرار کنید یا اطلاعات رو به نحوی ذخیره کنید که بشه یه رکوردی رو از چند جا فراخوانی کرد. مثلا شما میایید اطلاعات یه دانش آموز رو چند بار داخل جدول دانش آموز رو ذخیره میکنید یا یه قسمتی از اطلاعات یه دانش آموز رو توی یه جدول دارید، یه قسمت دیگر رو توی یه جدول و حالا میاد یه جدول سوم ایجاد میکنید، این دوتا جدول رو توی اون جدول سوم مجدد تکرارش میکنید. این میشه افزونگی که باعث میشه تا تکرار بشه اطلاعات، حجم اطلاعات و فشاری که به سیستم میاد بیشتر بشه و از طرفی عملکرد سیستم رو دچار اختلال کنه. حالا ما پایگاه داده رو ایجاد کردیم، داده رو به صورت سازمان یافته ذخیره کردیم و افزونگی رو هم ازش حذف کردیم. این پایگاه داده ما، اون سیستمی که داریم، یه سیستم کاربردیه که این اطلاعاتی که داخلش ذخیره شده رو به ما این امکان رو میده تا با افراد دیگه هم به اشتراک بگذاریم یا با استفاده از اون پلتفرم مدیریتی که داریم به راحتی به داده های خودمون و اون اطلاعاتی که داریم دسترسی داشته باشیم و بتونیم مدیریتشون کنیم و هر وقت که خواستیم اطلاعات جدید داخلش قرار بدیم یا اطلاعات رو تغییر و یا حذفشون کنیم. که حالا این نرم افزار یا پلتفرمی که به ما این امکان رو میده تا پایگاه داده رو مدیریت کنیم بهش میگن DBMS. DBMS مخفف Database Management System یا سیستم مدیریت دیتابیس یا پایگاه داده هستش. که حالا هر پایگاه داده، همونطور که خدمتون عرض کردم، یه سری قسمت داره و از یه بخشای تشکیل میشه که از جمله اجزای تشکیل دهنده پایگاه داده جدول هستش که اساسی ترین و اصلی ترین قسمت تشکیل دهنده پایگاه داده است. به چه صورت؟ شما توی پایگاه داده تون میایید و اطلاعات اون محیطی که دارید رو ذخیره میکنید. خب ما گفتیم توی محیط‌های عملیاتیمون یه موضوعی داریم به اسم موجودیت و این موجودیتی که داریم یه سری خصوصیت داره. خب این موجودیتی که ما داریم، مثلا دانش آموز تو محیط مدرسه، برای اینکه اطلاعات دانش آموز رو ذخیره کنیم یک جدول بهش ایجاد می‌کنیم که این جدول محل ذخیره‌سازی اطلاعاته. اطلاعات به چه صورت داخل جدول ذخیره میشه؟ در قالب سطر و ستون، که ستون‌ها همون خصوصیات مشترکی هستن که بین اون موجودیت وجود داره. خصوصیت مشترک موجودیت‌ها رو در قالب ستون ذخیره می‌کنی یا همون اتریبیوت‌ها و خواصی که هر موجودیت داره. مثلا کد دانش آموزی، موجودیت یه کد دانش آموزی داره اما برای هر شخص این موجودیت متفاوته. پس اون چیزی که مشترک هست رو در قالب ستون و چیزی که متغیر هست رو در قالب سطر ذخیره میکنیم و هر سطر هم ارائه کننده یک اینستنس یا اصطلاحا بهش رکورد میگن. مثلا شما میگید توی جدول دانش آموزان من خصوصیت هم در قالب ستونه، یک سطر که تمامی این خصوصیت هاش تکمیل شده میشه اطلاعات یک دانش آموز. در کنار جدول من یه مفهومی دارم با عنوان constraint، که constraint یه
سری امکانات در اختیار من قرار میده تا با اعمال محدودیت و کنترل داده بیام و بررسی کنم که اون اطلاعاتی که داخل جدول داره ذخیره میشه صحیح هست و اطلاعات به درستی داره وارد میشه، مثلا کد دانش آموزی، سن و حالا محدودیت های دیگه‌ای که داریم و توی درس های بعدی اونها رو با هم بررسی میکنیم. خب دوستان، به عنوان توصیه پیشنهاد میکنم که برای آشنایی با مفاهیم پایه پایگاه داده و اینکه پایگاه داده چی هست، چه مفاهیمی داخلش هست، دوره پایگاه داده که داخل سایت فرادرس هست و توسط آقای دکتر شیرافکن تدریس شده رو بررسی کنید. چرا؟ چون هم با جزئیات بیشتری به بررسی پایگاه داده میپردازن و هم مفاهیم جامع تری رو ارائه میدن. ما توی این دوره آموزشی با در نظر گرفتن اینکه شما مفاهیم اصل پایگاه داده رو میدونید و حالا میخواید بیاید و توی پروژه نرم افزاری خودتون که حالا با یه زبان برنامه‌نویسی پیاده سازی میشه، مثل جاوا، مثل سی شارپ، مثل ویژوال بیسیک دات نت یا حالا زبان‌های دیگه، میخواید بیاید و اطلاعاتی که داخل پایگاه داده پیاده سازی شده بر اساس زبان اسکیل هست رو مدیریت کنید. تو این دوره ما یاد میگیریم که چطور با استفاده از کوئری ها پایگاه داده رو از ابتدا ایجاد کنیم، توی پایگاه داده جدول ایجاد کنیم، جدول های خودمون رو تنظیم کنیم، اون محدودیت هایی که میخوایم به منظور صحت اطلاعات روش داشته باشیم رو پیاده سازی کنیم و در پایان بیایم و اطلاعاتی که داریم رو مدیریتشون کنیم، از دستورات مربوط به مدیریت اطلاعات، درج اطلاعات استفاده کنیم، نحوه فراخوانی اطلاعات با شرایط مختلف رو با هم بررسی کنیم و در پایان یاد بگیریم که چطور میتونیم با استفاده از کوئری هایی که داریم اون اطلاعاتی که داخل پایگاه داده ذخیره کردیم رو فراخوانی کنیم که این اطلاعات هم توی خود پایگاه داده ازش استفاده میشه و هم داخل خدمت شما عرض کنم نرم افزارهایی که داریم پیاده سازی میکنیم، که حالا این نرم افزار میتونه هم تحت وب باشه با زبان ASP.NET یا PHP پیاده سازی شده، هم میتونه تحت دسکتاپ باشه یا خدمت شما عرض کنم اپلیکیشن های اندرویدی که پیاده سازی میکنیم. چرا؟ چون معمولا توی اپلیکیشن های اندروید از پایگاه داده SQLite استفاده میشه و پایگاه داده SQLite بر اساس زبان SQL توسعه داده شده یا حالا هر پایگاه داده دیگه. خب دوستان، کار ما توی این درس همینجا به اتمام میرسه. توی درس‌های بعدی با مفاهیم بیشتری آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطور کوئری نویسی رو شروع کنیم و کوئری های خودمون رو ایجاد کنیم. بعد از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، توی این درس می‌خوایم بیایم و با استفاده از کوئری‌ها اون پایگاه داده خودمون رو ایجاد کنیم و مدیریتش کنیم. که مدیریت پایگاه داده به این صورت هستش که ما پایگاه داده رو ایجاد می‌کنیم، براش جدول می‌سازیم و یه پایگاه داده و یه جداولش رو تغییر و یا حذف می‌کنیم. توجه داشته باشید، ما گفتیم که زبان SQL یک زبان کوئری نویسی ساختاریافته است. پس این کدهایی که ما داریم اینجا می نویسیم، این کوئری هایی که داریم به زبان SQL ایجاد می کنیم، توی هر پایگاه دادهی که مبتنی باشه بر زبان SQL قابل استفاده هستش. پس محدودیتی توی پایگاه داده ها نداریم. کافیه تا شما این کوئری ها رو روی پایگاه داده های دیگه مثل MySQL اجرا کنید. و به این نکته هم توجه داشته باشید که پایگاه داده‌ای که می‌خواید ازش استفاده کنید حتما و حتما باید بر اساس زبان SQL توسعه داده شده باشه و در کنار این که بر اساس زبان SQL توسعه داده شده، تفاوتی هم بین نسخه‌ها وجود نداره. الان من از SQL Server 2014 می‌خوام استفاده کنم، اما همین کوئری هایی که ما اینجا پیاده سازی می‌کنیم توی نسخه 2016 و یا توی نسخه 2012 هم قابل اجرا هستن، یا همین کوئری ها رو اگر ما ببریم داخل پایگاه داده های دیگه که مبتنی بر SQL توسعه داده شدن اجرا میشن. من توی SQL سرور باید مشخص کنم که به چه سروری میخوام متصل بشم و سرور تایپ هم رو هم مشخص میکنم که به صورت پیش‌فرض دیتابیس انجین هستش و سرور نیم هم اسم همون کامپیوتر من هستش که این میشه اسم کامپیوتر من و این هم میشه اون اینستنس نیمی که موقع نصب SQL سرور از من
گرفته. نحوه آتنتیکیشنش رو هم ویندوز میذارم، یعنی میگم با متد ویندوز آتنتیکیشن لاگین کنه ویندوز آتنتیکیشن، میاد و یوزر پسورد من رو از ویندوز دریافت میکنه و اینجا ازش استفاده میکنه. اما اگر بگم SQL Server Authentication، لاگین من SA هست، یعنی استاندارد ادمین، و پسوردم هم توی موقع نصب پسوردی که وارد کردیم رو اینجا میزنیم که حالا من میخوام از ویندوز آتنتیکیشن استفاده کنم. برای کانکت کلیک میکنم و الان به اون سرور خودم متصل میشم. من میتونم بیام و از قسمت دیتابیس ها راست کلیک کنم و نیو دیتابیس رو بزنم. اما کاری که میخوام بکنم این هستش که میخوام با کوئری نویسی این کار رو انجام بدم. ببینید چرا ما باید با کوئری نویسی این کار رو انجام بدیم؟ وقتی میشه اینجا راحت راست کلیک کرد نیو دیتابیس رو بزنیم، یه چرا نیاز از کوئری بنویسیم؟ بعضا پیش میاد که شما دارید یک برنامه رو مینویسید، حالا یه نرم افزاری با زبان سی شارپ یا یه وبسایتی که قرار هست به یک پایگاه داده ای متصل بشه. ما توی نرم افزارمون چک میکنیم آیا اون پایگاه داده ای که میخوایم متصل بشیم وجود داره یا نه. اگر وجود داشت که بهش وصل میشیم، اگر وجود نداشت خودمون براش پایگاه داده رو ایجاد میکنیم، درسته؟ پس ما نیاز داریم که بدونیم چطور با کوئری ها پایگاه داده رو ایجاد میکنیم. پس الان میخوایم این کار رو انجام بدیم. داخل SQL قسمت کوئری ها رو من دارم که روی گزینه نیو کوئری میزنم و داخل این قسمت میتونم کوئری های خودم رو بنویسم. قبل از اینکه پایگاه داده رو ایجاد کنم، به این نکته توجه داشته باشید که زبان SQL به حروف بزرگ و کوچک حساس نیستش و معمولا توصیه میشه که دستورات اصلی خود SQL با حروف بزرگ نوشته بشه تا از اون نامگذاری هایی که توسط کاربر انجام میشه و با حروف کوچک نوشته میشه قابل تمایز باشه. اما خود SQL به حروف بزرگ و کوچک هیچ حساسیتی نداره. برای اینکه من بیام و دیتابیس جدیدی ایجاد کنم، بعد از دستور create استفاده کنم که دستور create میگه من چه چیزی رو ایجاد کنم. میگم یه دیتابیس برای من ایجاد کن. میگه دیتابیس رو ایجاد کردم، اسم دیتابیس چی باشه؟ بعد اسم دیتابیس رو بهش بدم، میگم فرادرس. و اگر این کوئری که نوشتم رو اکزیکیوتش کنم به من پیغام میده که میگه این با موفقیت اجرا شد. میام سرور خودم رو یک بار رفرش میکنم و همونطور که مشاهده میکنید الان اومد و پایگاه داده من رو ایجاد کرد. من کافیه تا بیام اینجا و پایگاه داده خودم رو ببینم و همونطور که مشاهده میکنید به این شکل میتونیم بیایم و ازش استفاده کنیم. من میتونم این کوئری هم که اینجا هست رو ذخیره کنم. کافیه تا توی همینجا کنترل S رو بزنم و میگه که SQL query 1.sql، یعنی با پسوند SQL هست و این کوئری رو روی هر دیتابیسی میتونید ایمپورتش کنید. خب من این رو ذخیره میکنم، اسمش رو میذارم 1 create database و الان این ذخیره شد. خب این رو میبندم. الان داخل دیتابیس فرادرس میخوام بیام داخل قسمت تیبل ها یه جدول ایجاد کنم. میتونم اینجا نیو بزنم تیبل جدید ایجاد کنم یا از قسمت نیو کوئری استفاده کنم. برای اینکه کوئری جدیدی بنویسم برای اجرا و ایجاد جدول باید چکار کنم؟ توجه داشته باشید حتما وقتی میخواید این کار رو انجام بدید این باید روی دیتابیس فرادرس باشه، یعنی باید روی دیتابیس فرادرس باشه که این کوئری شما توی دیتابیس فرادرس اجرا بشه، درسته؟ دقیقا همین کاری که ما برای دیتابیس انجام دادیم همین کار رو هم برای تیبل انجام میدیم. فقط فرق تیبل به این صورت هستش که من وقتی میگم create table اسم جدول رو براش مشخص کنم دیگه، مثلا میگم یوزر، درسته؟ میگم یه جدول برای من ایجاد کن با اسم یوزر. تفاوتی که ساخت جدول با ساخت دیتابیس داره این هستش که شما وقتی دارید جدول رو ایجاد میکنید باید براش همونجا ستونها رو هم مشخص کنید، یعنی بگید من یه جدول دارم با اسم یوزر و توی این جدول یوزر من این ستون‌ها و مقادیر هستش و اینها رو نیاز دارم. این ستون‌ها و مقادیری که دارم چیه؟ جلوش یه دونه
پرانتز باز میکنم، حالا اینجا باز میکنم، هیچ تفاوتی نداره. توی این قسمت میام و اطلاعات اون ستونهای یا فیلدهای جدول خودم رو وارد میکنم. اولین کاری که باید بکنیم این هستش که اسم فیلد رو مشخص کنیم. من میگم user id، این شد اسم فیلد من. وقتی فیلد رو دارم ایجاد میکنم باید براش مشخص کنم که این فیلد من چه مقداری داره دیگه. پس میگم یه فیلدی دارم با اسم user id uid و نوع محتوایی که داخل این فیلد قرار میگیره اینتیجر هستش، درسته؟ اگر بخواید فقط یه دونه براش ستون ایجاد کنید که فقط همین رو می‌نویسید. اما اگر قرار هست چند تا ستون ایجاد کنیم، انتهای خط کاما می‌ذاریم و میایم توی خطوط بعدی ستون‌های بعدی رو مشخص می‌کنیم. خب من میگم یه دونه first name دارم که این first name من نوعش ورچر هست و توی این ورچر قرار 50 تا کاراکتر قرار بگیره. یه دونه last name دارم که این هم ورچر هست، این هم 50 تا کاراکتر داخلش قرار میگیره. و بعد از اینها من یه دونه فیلد دارم به اسم address و میگم که این فیلد من هم ورچر هست، فقط تفاوتش به این صورته که یه 50 تا کاراکتر نمیتونم داخلش قرار بدم، 255 تا کاراکتر قرار میدم. و first name رو دارم، last name رو دارم، آدرس رو هم دارم و یه دونم ایجاد میکنم به اسم city و میگم این هم ورچر هست و توی این مثلا 20 تا کاراکتر قرار میگیرم. الان این اوکی هست و اگر من execute رو بزنم اجرا میشه. پس دیدیم که با استفاده از int میتونم بیام و نوع فیلد رو اینتیجر قرار بدم و ورچر رو داریم و تعداد کاراکترهایی که اون نوع میتونه دریافت کنه رو اینجا میتونم مشخص کنم. قبل از این که این کار رو انجام بدیم ما میتونیم تغییرات دیگه هم انجام بدیم، یعنی یک سری فیلدها و پارامترهای دیگر رو هم روی جدولمون داشته باشه. اما فعلا این رو من اگزیکیوت میکنم تا ببینیم نتیجه به چه صورت میشه. و الان این به من میگه که این کوئری که من نوشتم یه پیغام خطا داره. میگه که توی حالا خط 5 نزدیک کلمه 50 که اینجا هست یک خطایی هستش. last name ورچر 50. ببینید این وقتی میگه اینجا خطا داره دقیقاً توی اینجا نیست. بعد ببینیم کجا رو زیرش رو خط کشیده. ببینید الان مشکلی که داریم از همین یوزری هستش که اینجاست و میگه که این نامی که اینجا براش مشخص کردیم یه مشکلی داره. بعد ببینیم آیا این به این صورت وجود داره یا نه. الان این چیزی که میگه توی تیبل ما وجود نداره. اما مشکل اصلی این هستش که یوزر خودش یه کلمه از پیش تعریف شده هستش و نمیتونیم ازش استفاده کنیم. برای این کار خب من میمیسم پرسن. الان مشکلی نداره. اگزیکیوت رو میزنم. میگه که این با موفقیت اجرا شد. یک بار رفرش میکنم، همونطور که مشاهده میکنید یه جدولی برای من ایجاد کرد با نام پرسن و به این صورت میتونم بیام و اون جدول خودم رو ببینم. همینطور اگر ببینید اینجا کالمن های ما رو ایجاد کرده و من میتونم بیام اینجا گزینه select top یا edit top رو انتخاب کنم و الان این میشه اون جدول من و میتونم اینجا مقادیر رو وارد کنم. حالا این رو من میبندم و این کوئری رو هم ذخیره میکنم. بعد از اینکه من اومدم و جدول خودم رو ایجاد کردم الان میتونم بیام و این رو ببینم یا دیزاینش رو مشاهده کنم. الان ببینید این جدولی که من دارم یه سری مشکلات رو داره. اولی مشکلی که داره اینه که همه این فیلدها میتونن مقدار نال بگیرن، یعنی خالی میتونن باشن، یعنی کاربری که داره اطلاعات رو میفرسته میتونه این فیلدها رو خالی بذاره. پس جدای از این که حالا یه سری مشکلات ساختاری داریم، ما فیلد کلید براش تعریف نکردیم و یک سری پارامترهای دیگه، الان اینها میتونن مقدار خالی بگیرن، درسته؟ و در کنار اینها من نمیتونم مشخص کنم که این فیلد یوزر آیدی من
مقدار انحصاری داشته باشه. چرا؟ همه ما میدونیم که وقتی میخوایم یه جدولی رو درست کنیم، برای اینکه کاربرها رو از هم متمایز کنیم و تشخیص اینها راحت تر باشه، باید یه فیلدی داشته باشیم که مقدارش انحصاری باشه برای هر رکورد، که اون فیلد رو بهش میگن فیلد کلید. و حالا جدای از این که اون فیلد کلید هست، باید مقدارش هم یونیک یا انحصاری باشه. پس من باید بیام و یک سری کارها رو انجام بدم. در کنار حالا این تنظیماتی که ما برای جداول انجام میدیم، میتونیم بیایم و روی این فیلد ها یه سری محدودیت اعمال کنیم. که این محدودیت هایی که ما اعمال میکنیم، من اینجا داخل یه نوت‌پد بنویسم. محدودیت هایی که اعمال میکنیم به این صورت هستش که اولین محدودیت، محدودیت نات نال هست. یعنی میگیم که اون فیلد ما مقدار خالی نمیتونه بگیره. حالا من به این صورت بنویسم نات نال، یعنی خالی نمیتونه باشه. بعد از این که میگم نات نال، محدودیت بعدی محدودیت یونیک هست. به این صورت من میتونم موقع ایجاد جدول برای فیلدها پرایمری کی تعریف کنم، یعنی کلید اصلی، و همینطور فورن کی تعریف کنم، یعنی کلید خارجی. حالا اینا به صورت بزرگ هم میتونیم بنویسیم. میتونم مقداری که داخلش دریافت میشه رو چک کنم و همینطور براش یه مقدار پیش‌فرض تعریف کنم. که اینها محدودیت هایی هستش که ما میتونیم برای فیلد ها بذاریم. البته این محدودیت هایی که میذاریم به منظور طراحی بهتر جدول هستش، تا توی برنامه هامون با مشکلات کمتری مواجه بشیم. چرا؟ شما اینطور در نظر بگیرید که شما فیلدی که انحصاری باشه ندارید و ممکنه که دو تا کاربر یوزر آیدیشون یکی باشه. یعنی کاربری به اسم علی علوی دارم با یوزر آیدی 10 و محمد محمدی با یوزر آیدی 10، درسته؟ و حالا شما یه جایی از برنامه‌تون میخواید بیاید و بگید کسی که یوزر آیدیش 10 هست اسمش حذف بشه از لیست، درسته؟ و وقتی میگه کسی که یوزر آیدیش 10 هست حذف بشه، هم علی علوی رو حذف میکنه و هم محمد محمدی رو. پس این اشتباهه. پس ما باید بیایم و مشخص کنیم که یه فیلد انحصاری داشته باشیم. در کنار همه اینها، ممکنه کاربر وقتی داره از طریق نرم افزار اطلاعات رو ارسال میکنه، حالا جدای از این که باید تو خود نرم افزار چک بشه اطلاعات خالی نیاد سمت کاربر، باید ما چک کنیم که پایگاه داده هم بگیم که اون فیلدها نباید مقدار خالی بگیرن، باید یه مقداری داخلشون ذخیره بشه. پس اینها کمک میکنن که ما بیایم و اون پایگاه داده‌ای که داریم ایجاد میکنیم و همینطور جداولمون استانداردتر باشه. من میام و این جدول خودم رو دیلیت میکنم و مجدد یه جدول جدید ایجاد میکنم که میگم این کوئری که دارم انجام میدم روی فرادرس هست. و حالا شروع میکنم به تعریف کردن و ایجاد جدول به صورت انحصاری و استاندارد. گفتیم که برای ایجاد جدول create table رو دارم. برای اینکه بهتر بنویسیم، همه رو با حروف بزرگ بنویسیم. اسم جدول person هستش، یعنی کارمندان یا حالا افراد. فیلد هایی که داشتیم، یه دونه حالا اینجا من میذارم user id که int هستش، یه دونه first name دارم که ورچر هستش و 50 تا کاراکتر دریافت میکنه، یه دونه last name دارم، یه دونه address دارم 255 تا کاراکتره، و یه دونه هم city دارم که ورچر هست و این هم 20 تا کاراکتره. گفتیم که اولین مشکلی که جدول ما داشت این بود که محتوایی که داخل ستون ها میتونست قرار بده، میتونست کاربر محتوای خالی هم قرار بده، یعنی خالی رها کنه. گفتیم نات نال کارش چیه؟ نات نال کارش این هستش که میگه که این فیلد خالی نمیتونه باشه. برای اینکه من تعریف کنم این فیلد من خالی نمیتونه باشه، باید چیکار کنم؟ کافیه تا بعد از اینکه اسم فیلد رو مشخص کردم، نوع فیلد رو مشخص کردم، یه اسپیس بزنم و بگم نات نال.
این ناتنالی که میزنم به این معنا هستش که این فیل دیگه نمیتونه محتوای خالی دریافت کنه. من این رو کپی میکنم و انتهای تمامی فیلد های خودم تعریف میکنم. به این صورت. وقتی که ناتنال رو میزنیم یعنی این فیلد ها نمیتونن خالی باشن. پس با استفاده از ناتنال میتونیم تعریف کنیم که فیلد های ما به صورت خالی امکان ذخیره داخل دیتابیس رو ندارن. حالا اگر از سمت نرم افزار فیلدی خالی اومد، دیتابیس به نرم افزار پیغام خطا میده، میگه من نمیتونم خالی ذخیره کنم. این با دیتابیس ما کاری نداره. پس به این صورت میتونیم تعریف کنیم که ناتنال باشه. محدودیت بعدی که گفتیم داریم محدودیت یونیک هستش. یونیک هم همونطوری که خدمتتون عرض کردم به این معنا هستش که میگیم یه فیلدی از جدول محتوایی که دریافت میکنه انحصاری باشه، یعنی اون محتوا دیگه توی هیچ کدوم از رکوردها وجود نداشته باشه. میشه همون شناسه کاربری، میشه کد ملی افراد، که اگر توجه کرده باشید کد ملی هر فرد یه شماره هستش که انحصاری برای همون فرده و دیگه هیچ شخص دیگه اون کد ملی رو نداره. پس الان من میخوام بیام و توی جدول خودم یه فیلد رو مشخص کنم که انحصاری هست مقدارش و مقدار تکراری نمیتونه داشته باشه. برای این که فیلدی رو یونیکش کنیم کافیه تا بیام بگم که اون فیلد ما یونیک هستش. اما چطور تعریفش کنیم؟ انتهای جدولمون میایم میگیم که این فیلد، من الان میخوام یوزر آیدی خودم رو یونیک کنم، میخوام بگم این فیلد یونیکه. اما چون داریم بعد از این خط یه خط دیگه می‌نویسی، بعد انتهاش من یه کاما بذارم که بگم این خط خط پایانی من نیست، بعدش یه خط دیگه دارم و توی این خط بگم که این فیلد من یونیک هستش و اسم فیلد رو اینجا داخل پرانتز براش مشخص کنم. فقط توجه داشته باشید اگر دارید داخل جدولتون یکی از فیلدها رو به عنوان فیلد کلید تعریف میکنید، یعنی میگید اون فیلد من فیلد کلید اصلی من هستش، یعنی پریماری کی هست، اون فیلد خودش به صورت اتوماتیک یونیک هم میشه. یعنی فیلد کلید یه فیلدی هستش که یونیکه. پس اگر اومدید و روی فیلدی محدودیت پریماری کی رو اعمال کردید دیگه نیازی نیست بگید اون یونیکه. اما حالا که ما تعریف نکردیم و نگفتیم که اون فیلد فیلد کلید هست، پس باید بگیم که یونیکه. پس اگر من بیام این رو ذخیره کنم، این محتوایی که من اینجا دارم و اون محتوایی که داخل آیدی ذخیره میشه یه محتوای یونیکه و اگر محتوای تکراری داخل ذخیره بشه پیغام خطا میده. یه روش دیگه هم داریم، یعنی به جای اینکه بیایم به این صورت بنویسیم، من میتونم همین یونیک رو بعد از ناتنال جلوی همون محتوای فیلد بنویسم که اگر به این صورت نوشته بشه دیگه نیازی نیست اون پایین تعریفش کنیم. یعنی جلوی هر فیلدی شما یونیک رو قرار بدید اون فیلد محتواش انحصاری میشه. همینطور اگر بخواید چند تا فیلد رو همزمان محتواشون رو یونیک قرار بدید به چه صورت میتونید این کار رو انجام بدید؟ میتونید همین یونیک رو هم جلوی چند تا فیلد بنویسید، هم میتونید به این صورت بنویسیم که انتها از دستور constraint استفاده کنیم. بگیم constraint، برای این constraintی که داریم یه اسم مشخص کنیم، مثلا من بگم person id و بگم که این کانسترینتی که دارم با اسم پرسن آیدی یونیک هست و اسم فیلد هایی که میخوام یونیک بشه رو اینجا براش مشخص کنم، یعنی بگم یوزر آیدی و مثلا فرست نیم. الان توی این جدولی که من دارم ایجاد میکنم فیلد یوزر آیدی و فیلد فرست نیم من یونیک میشه، یعنی اگر بخواید چند تا یونیک همزمان تعریف کنم. اما من میخوام فقط یه فیلد رو یونیک بذارم، خب جلوی همون فیلد میگم که این یونیک هستش. و برای اینکه بخوایم بیایم و فیلدی رو به عنوان کلید اصلی تعریف کنیم و چیکار کنیم، میتونیم بیایم و به جای یونیک، یا همونطور که خدمتتون عرض کردم وقتی میگید یه فیلدی کلید اصلی هست اون فیلد به صورت اتومات یونیک هم میشه، بیام بگم که یوزر آیدی من پرایمری کی هست، که این فیلد
هم کلید میشه و هم محتوایی که داخلش قرار میگیره کلید اصلی میشه. پس به این صورت میتونم بیام و بگم که این فیلد من کلید اصلی هستش. و حالا کلید خارجی یا همون فارن کی که اینجا گفتیم میتونیم اعمالش کنیم به چه صورت هست؟ من میتونم بیام و بگم که توی اون جدولی که دارم قرار هستش که مثلا یوزر آیدی من توی یه جدول دیگه فارن کی باشه. حالا من این رو اگزیکیوتش میکنم و پیغام خطایی که میده به خاطر این هستش که یک بار ما این کوئری رو اجرا کردیم. من کوئری رو میبندم، مجدد پیستش میکنم، اگزیکیوت رو بزنم، با موفقیت اجرا میشه. کافیه تا بیام و اینجا رفرش رو انجام بدم و همونطور که مشاهده میکنید جدول اعضای من یا اون پرسن رو ایجاد کردم. میتونم بیام و اینجا ادیت کنم، این میشه مقادیر من و میتونم اینجا مقادیر رو قرار بدم. اگر بیام دیزاینش رو بزنم همونطور که مشاهده میکنید دیگه این فیلد ها به صورت خالی نیستن و همینطور اینجا این فیلد یوزر آیدی من به صورت کلید ذخیره شده.